صبح زیبایتان بخیر، خوش آمدین و خوشبختونم. مهماندار هستم آقای محمد صفا فرضی با ما هستن که شان روانشناس هستن و بیشتر صحبت ها را در مورد چگونه شخصیت عالی داشته باشیم قبل از او سلام استاد، صبحتان بخیر و عید گذشته تان تبریک، خوش آمدین. زنده و سلامت، در سلام و احترام خدمت شما عزیزای بیننده، صبح شما بخیر، عید گذشته شما تبریک. همچنان سه تا همه چیز تبریک. ممنونتان استاد، شما که همکار همیشگی ما هستین، عضو خانواده خورشید هستین، با شما همچنان تبریک و افتتاش با شما هست دیگه انشاءالله. خب استاد، بیشتر صحبت در مورد شخصیت عالی، چگونه شخصیت عالی داشته باشیم، چون شخصیت ها متفاوت است، اشخاص متفاوت است و کسانی که اصلا رویه درست ندارن، هیچگاه با دیگران رویه خوبی نداشتن، آنها دعوا به این میکنن که من یک شخصیت خیلی عالیه دارم. خب همه نزد خود یک شخص بسیار عالی است، ولی بگذاریم این قضاوت به دیگران که دیگران چی قضاوت میکنن. بیشتر از شما میشنویم در این مورد. بحث شخصیت یک بحث بسیار مهمی است که همیشه یاد میشه، ما همیشه در جریان کار، در دفتر، در هر جا یاد میکنیم والا فلان آدم شخصیتش خوب است، من شخصیت عالی دارم، از این قبیل حرفا. اما بگذارین امروز از لحاظ روانشناسی بیایم را باز بکنیم که شخصیت چی هست و آیا امی چیزی را که من میگم این جزء شخصیتی من هست یا نیست، یا فرق میکنه، یا ای که ما چگونه شخصیت عالی داشته باشیم، آیا این شخصیت ما قابل تغییر هست یا نی. بعضی ها به این باور هستن که والا من همین قسم هستم، اما تو به دنیا آمده من این قسم کلان شدیم، همین قسم هم خواد بودم، من قابل تغییر نیستم. آیا این شخصیت ما قابل تغییر هست نیست؟ حتما روی از اینا حرفای خواد داشتیم. اما اگر روی خود شخصیت بپردازیم، شخصیت مجموعه صفات، مجموعه اوصاف، افکار، باورها و رفتاری که نسبتا پایدار در وجود ما باشه و یک مقدار بیشتر از این آموخته شده از بیرون است. مثال برتان میگم، وقتی ما میگیم که رفتاری که نسبتا پایدار باشم، اگر یک کسی همیشه خشن برخورد میکنه، همیشه عصبانی هست، شاید این عصبانیت از این دلایل مختلف داره، اما این را آموخته از بیرون، این را جزء شخصیتی خودش ساخته، حالا میشه که اینمی مسئله رو برچسب بزنیم بر از آدم، بگوییم این آدم شخصیت این چنینی داره. وقتی از لحاظ روانشناسی ما بحث میکنیم، ما تیپای مختلف شخصیتی داریم که مثلا شخصیت بیرونگرا هست، شخصیت درونگرا هست، رابطه با مشکلات یا عمو اختلالات شخصیتی یا کسایی که از لحاظ شخصیتی مشکل دارن که اونا رو ما به بیشتر از 10 و به بیشتر از 18 بیشتر از 10 تیپ تقسیم بندیش میکنیم که اینا انواع مختلف هستن. مثلا ما شخصیت منزوی داریم، شخصیت داریم که خودشیفته هست، شخصیت داریم که دوری گزین است و از جامعه میخواد که دور باشه، شخصیت وابسته و انواع مختلف شخصیت ها وجود داره. بله. اما ما میخواهیم در اینجا یک نکته را اشاره بکنم که بحث بسیار مهم و اساسی امروز ما را شکل میده. اوی است که حالا امین شخصیت ما از کجا شکل میگیره، از کجا منشأ میگیره. یک کسی که دارای هر نوع شخصیتی هست، ما اگر یک اتاق در نظر بگیریم، چهار یا یک چهار دیواری را در نظر بگیریم، یک دیوار اول شخصیت ما ذات و سرشت انسان است. یعنی انسان امی که تازه به دنیا آمد، انسان پاک است و انسان هیچ عیب و نقصی نداره. حتی در بیشتر روایات دینی در این زمینه اشاره شده که حتی طفلی که تازه به دنیا میآید، اگر میمیره او به جنت میره و پاک است و منزه است. پس ما میبینیم که انسان در ذات سرشت هیچ تفاوتی نداره و تمام انسانهایی که به این دنیا میآیند در ذات سرشتشان کدام مشکل نبوده. این اولین دیوار. دیوار دوم مسئله ژنتیک است و هرس است که از بیرون و از عموم پدر مادر فرد بر خودش میگیره. یعنی به ایمانا اگر یک تغییری در ژنتیک میآید، مثلا در ژن یک کس نابغه تولد میشه، تغییر در ژن آمده، یا یک کس عقب ماندگی ذهنی داره، یا یک کس یک کلک اضافه، یک قسمت بدنش مشکل میداشته باشه، اینو میگیم که این مسئله ژنتیک است. بحث بعدی مسئله ارث هم هست که بعضی صفات هم ما ارث میبریم از پدر مادر و او صفات با ما میباشن. بحث بعدی مسئله محیط هست، یا یک دیوار بعدی که بگیریم که ژنتیک و ارث اگر یک جا بگیریم که دیوار دوم میشه، دیوار سوم مسئله محیط هست. یعنی فرد از محیط یاد میگیره، همین که تازه به دنیا آمد، او حتی در رحم مادر زمانی که میباشن
خود مادر، عمو، آلت روانیش، آلت فیزیکیش روی ازی اثر گذارد. و دیوار چهارم ای چهار دیواری مسئله آزادی هست. یعنی قسمی میخوایم بگویم که ما مسئله ذات سرشت انسان در شخصیت ما نقش داره، بحث دوم ژنتیک، بحث سوم ارث و بحث چهارم محیط. بحث پنجم چیزی که اضافه میشه که حالا اگر همین چهار تا را ما بگیریم، در چهار تا ما نقش نداشتیم. بله. نه مثلا ما در محیطی که در رحم مادر خود بودیم نقش داشتیم، نه در ارث نقش داشتیم، نه در ژنتیک نقش داشتیم، نه در ذات سرشت. اما امروز اگر ما بد هستیم یا خوب هستیم، این مربوط ما هست. حالا بحث پنجم اینجا مطرح میشه. بله. که بحث پنجم مسئله آزادی هست. یعنی انسان حق آزادی داره، انسان حق انتخاب داره، انسان عقل داره و توسط ازی میتونه این چهاردانی که یعنی تا به حال ما نقش نداشتیم در حد امکان تغییر بده یا به نوعی بیای خود به گونه دیگه که میخواد بسازه. بله واقعا خیلی مهم است، چون تا اکنون شاید ما شخصیت و تعریف های مختلفی داشتیم برش، اما امروز از نگاه روانشناسی شما با ما شخصیت تعریف کردین که چی هست و چگونه باید برداشت کرد. خب بعضی اشخاص هستن استاد که به گونه مختلف تعریف دارن از شخصیت، و قسمی که شما گفتین شاید در یک خانواده خیلی زیاد والدین بالا یک طفل خود کوشش کرده که یک شخصیت خیلی خوب باشد، در آینده بالاخره هم از این راضی باشن. اما بعضی اشخاص هستن با وجودی که تربیت فامیلی خیلی خوب داره، اما چیزایی را که در گوشه و کنار خود دیدن و آموختن خواستن که به نحوه بالای شخصیتشون تأثیر گذار باشه. این چقدر میتونه مضر تمام شه و بعدها زمانی که اینا در یک جای وظیفه میداشته باشن و با مردم البته سر کارشان میباشه. پس بیشتر از شما میشنویم. بحث بسیار مهم و اساسی است که محیط اثر گذار است. بله. یعنی محیط امون اثری که میتونه داشته باشه به مراتب بلندتر از هر پدیده دیگه در وجود ما هست. وقتی ما در محیطی قرار داریم که در اون محیط مردم بد است، پس ما آهسته آهسته یاد میگیریم مردم خوب نیست. حالا بیشتر کسایی که اثرگذار از دوست، رفیق، دانشگاه، مکتب، کورس، هر جایی که هستیم که ما در اونجا کار میکنیم، اینا روی ما اثرگذار هستند. انسان خوب‌پذیر است، عادت از دیگرها زود جذب میکنه و کسب میکنه و بالاخره به مو میل محیط کار میکنه. اما ای که ما بیاییم صفات بد دیگرها را کسب بکنیم، اینجا هست که این دست خود ما هست. گرچه محیط اثرگذار هست، اما اینجا ما حق انتخاب داریم. خداوند وقتی انسان را میآفرینه برش حق آزادی میده. حتی زیاد وقتا بعضی دوستا میگن خب ما که همین تقدیرم از دگه، ما که اگر خداوند چیزی را که میخواست خب عموم میشه دگه، ما این همین قسم دوست دارم، رفیق، خانواده، این همین قسم صفات بد و منفی یا صفات خوب، این دگه چیزی که هستم این را خداوند دگه عطا کرده. بله. در حالی که خداوند حق آزادی داده، بر ما نگفته که این صفات بد یاد بگیر. بله. وقتی ما میای این چیزای بد و منفی را یاد میگیریم، خب معلوم دار است که روی وجود ما، روی شخصیت ما اثر گذار است. اما ما میخوایم یک نکته مهمه در اینجا اشاره بکنم. ما دو گونه میتونیم برداشت بکنیم از محیط. یکی خودآگاه، مثلا من خودآگاه میخوایم یک چیز یاد بگیرم، و یکی ناخودآگاه یاد میگیریم. مثال براتون میگم، یک کسی میخواد بره در یک کشور دیگه زندگی بکنه، میخواد ایران بره. اگر یه آدم یک سال اینجا زندگی بکنه، هیچ نمیخواد لهجهش تغییر بکنه، خودش نمیخواد. اما آهسته آهسته چون گپایی را که میشنوه و چون در اون محیط هست، وقتی بیایه او صحبت بکنه با یک کسی که در این جهت صحبت بکنه، بسیار راحت فهمیده میشه که این آدم در کشور دیگه زندگی کرده. پس به این نتیجه میرسیم که محیط اثرگذار است. ما دو گونه میتونیم برداشت بکنیم، یکی خودآگاه، یکی ناخودآگاه. پس ناخودآگاه حرفای دیگرا، ناخودآگاه رنگهایی که در جایی که ما زندگی میکنیم، ناخودآگاه همه چیزایی که هست، اینا روی ما اثرگذار است و ما احساس او را یاد میگیریم و این تبدیل میشه به جزء شخصیتی ما. و از همون حالا جمله حضرت مولا علی که میگه متوجه افکارت باش که به گفتارت تبدیل میشه. بله. متوجه گفتارت باش که به رفتارت، متوجه رفتارت باش که به عادتت، متوجه عادتت باش که سرنوشتت را رقم میزنه. پس نهایی جزء شخصیت ما میتونه که از همون افکار ما و گفتار ما و رفتار ما و عادتهای ما. بله واقعا اشاره خیلی خوب داشتین استاد، ولی باید همیشه هر فرد، هر شخص کسی باشه که خودش هست و هیچگاه نکات منفی یک نفره یا هم مثبتش همین یک روند بسیار
بعد گفتم ایتانیم یا هم خرابی که هست اویی است که ما همیشه کپی پیست دوست داریم، همیشه میخواییم کس باشیم که اصلا ما نیستیم اون چیز و همیشه میخواییم اون چیز را ما نمود کنیم که اصلا در وجود ما اون نیست. مثلا ما بیم یک شخص الگو قرار میتیم و از او خوش ما میایه، این نیست که ما باید کپی اونمو باشیم، او ایست که ما باید از او بیاموزیم نکات مثبت. اگر ما از استایلش از شعریش میخوایم یک چیز را بیاموزیم که چیگونه، اگر یک خانم باشه که چیگونه میکر کرده چیگونه لباس پوشه، باید ما برم همون گونه لباس بپوشم، یه اشتباه خیلی بزرگ است. چون شخصیت هر کس البته وانمود میسازه تربیه فامیلی او را و همیشه ما دیدیم استاد در جاهایی که دک مجلس که یک شخص اگر یک کلمه خیلی رکیک استفاده میکنه میگه که ولا این تربیه فامیلی درست نداره، مستقیم هر فرد میره و یا هر شخص میره بالای فامیل از او. بله. این چقدر میتونه بالایش تاثیرگذار باشه و کسی که همیشه کپی پیست کرده و خواسته او چیزی که نیست هم او چیز باشه و خود گم کرده، کاملا اسم یک شخص دیگه بالای از او گذاشته شده، این چقدر میتونه با ایندش مضر تمام شه و خودش همچنان آیا این تصور خواهد کرد که من اشتباه میکنم. بگذارین اینجا دو نکته را هم اشاره بکنم. بحث اولی است که مردم ما یک تکه کلام یا یک ضرب المثل بسیار خیلی شاید در ظاهر خیلی خوب تمام میشه اما معنای واقعی نداره و چیزی که واقعا ما از او باید برداشت بکنیم نیست. مثلا چیزی که میگن که گرخواهی رسوا نشوی امرنگ جماعت باش، حالا بیشتر میخوان امرنگ جماعت باشن اما قرآن، خدا، همه چیز دیگه میگه، میگه زیاد مردم است نمیفهمه. آیا من مثل از اونا نافهم شوم؟ زیاد مردم از گناه میکنه. آیا من مثل از اونا زیاد مردم از منحرف است؟ آیا من مثل از اونا زیاد مردم از اصلا دین قبول ندارم؟ من مثل از اونا زیاد مردم از پودری است؟ من برم پودری شوم؟ این یک بحث است که بیشتر مطرح میشه. حتی زیاد وقتا میگن غذا میخوری به خاطر خودت بخور، لباس میپوشی به خاطر دیگرا بپوش. بله. که باش دیگرا تو را ببینه. این یک مشکل بسیار کلان جامعه ما هست که با این تکه کلام و با این ضرب المثل زندگی کردن واقعا ما را بدبخت میسازم. من میگم جای ازی بیاین ما چیز دیگه را جاگزین بکنیم. گر میخواهی رسوا شوی امرنگ جماعت باش، اگر میخواهی رسوا نشوی امرنگ حقیقت باش. حقیقت چی میگه؟ بله ما در یک جامعه هستیم 100 نفر، 1000 نفر، میلیون نفر اشتباه، دروغ و اونا روی باور نادرست استوار هستن و استادگی میکنن. من جا به جا استاد میشم و میگم اینی باور من درست است، من هیچ کس قبول ندارم. این بحث اول. بحث دوم مسئله تقلید. من یک جمله که بسیار مقبول در کتاب شخصیت سازی کالا بحث ما شخصیت سازی هست در این آوردم که تقلید بکنین اما در تقلید نمانین. بله. ما در یک چون انسان از محیط یاد میگیره و آیسته آیسته یک دانشمند، یک استاد، یک کسی که او شخصیت بسیار خوب به نظرش داره او را الگو قرار میده. بله. نظر من این است که ما خوب است تقلید بکنیم اما در تقلید نمانیم، خود ما را پیدا کنیم. اولی که تا که ما خود گم کردیم بریم دنبال خود که ما بیاییم خود واقعا پیدا بکنیم. و من یک ضرب المثل یا یک دکایت بسیار خوب میگم همیشه، میگم فکر کنین یک روز برفی هست، برف باریده، شما در یک دشت قرار دارین، چهار نفر به چهار سمت سو حرکت کردن رفتن. بله. اگر شما جای پای هر کدام تعقیب بکنین به کجا میرسین؟ خب همگی میگه به جای میرسیم که اونمو چهار نفر رسیدن، اما ما میگم که شاید اون چهار نفر راه اشتباه رفتن، شاید مشکلاتی بوده، اما ما قرار نیست که اطمان مثل احمد باشیم، اطمان بیایم مثل یک کس دیگه باشیم که او الگوی ما هست. خوب است ما یک کس را الگو قرار بدیم اما در تقلید نمانیم، اما قرار نیست که ما دیگه خود گم کنیم، ما بیایم خود پیدا بکنیم. یک نفر در راه روان است، یک رهبر از دیگه، خوب اما یک شخصیت بسیار عالی داره، یک کسی از پشتش روان است. یه آدم امیر رهبر یک جایی که میرسه حسابش خراب میشه، پشت خدا در میتونه او بیا در کجا روانستی برو اعلان بکن. خب یه آدم میگه والا یه آدم حتما سرش بد خورد، این حتما این میگه که طرف دست راست ما برو. خب این رهبر بازم روان است، این آدم دیگه در پالو پالو ازی روان است، باز یک جایی که میرسه میگه او بیا در برو اعلان بکن من کار دارم. چی پالو پالو این روانستی؟ آها میگه این حتما میگه دست چپم برو. خب همین قسم دست چپ از این میره، باز یک جای دور میخوره میگه بیا در اعلان میتی نمیتی. در جای دیگه میرسه میگه خب این فکر میکنه، میگه حتما میگه پیش پیش ما برو. خب باز پیش پیش روی از این میره. یک جای دیگه که میرسه استات میکنه میگه بیا در، من نمیگم که چرا در پالو میری یا چرا پشت سر یا اینا، برو خودت پیدا کن، من درای خود روانستم، تو برو راه خودت پیدا کن. من فکر میکنم که اگر یک جایی ما صفات خوب را از کسی کسب میکنیم خوب است، اما ما بیاییم خود پیدا بکنیم. اگر قرار باشه مثال بدم همگی فرهاد دریا شوه،
همگی مثلا بیای دانشمندایی که آلا یه آوازخان ما که من خیلی دوستش دارم، مثلا همگی بیای افلاطون شوه، همگی بیای ارسطو شوه، پس این امکان نداره. این قسم که ما از لحاظ چهره، از لحاظ لباس، سرانگشت، همه چیز متفاوت هستیم، متفاوت هستیم، اما خوب است که ما بیاییم خود پیدا بکنیم و بیاییم عمو صفات و ویژگی های خاصی که منحصر به فرد داریم اونا رو پیدا بکنیم. اون زمان است که ما خیلی موفق میتونیم بدرخشیم. بله واقعا استاد اشاره خیلی خوب داشت به این که حالا ما اگر بیاییم خود پیدا کنیم میتونیم یک شخص موفق باشیم. استاد من یک چیز یه خاطر خودم هستی، البته در ابتدا زمانی که من در رسانه کار آغاز کردم من الگویی نداشتم. چیزی که برام مهم بود این بود که من خودم باید الگو باشم. وقتی که زمانی که من خواستم خودم الگو باشم این مهم بود که من خودم باید برسانم به اون جایگاهی که خودم تعیین کردیم. ولی این که اگر مثلا من در حد نیست بگیم که گام را الگو قرار بدن، اگر کسی الگو هم قرار میده چی خوب است که ما بهم کسی که الگو قرار میده از شخصیت از او چیز بیاموزیم، نه از این ظاهرش که حالا چقدر زیباست، چی کرده با صورت خود یا چی گونه لباس میپوشه که باید من هم همون گونه باشم تا بتونم به شهرت برسم. اما این هم اجداد خداوند است، چون خداوند همه قدری که میده اگر مغرور شیم و بالا این همه بنازیم دوباره پس گرفتنی هم است. پس بهتر است که ما شخص باشیم که هم به خود مفید تمام شیم و هم به جامعه، هم در جایی که کار میکنیم بسیار با روش خوب و متفاوت پیش بریم تا بتانیم که یک شخص خوب باشیم، همیشه همه مثال بتن از ما. و ممنون استاد از شما، یک موضوع خیلی عالی را انتخاب کردیم که توانستیم بالا از او صحبت های زیاد داشته باشیم. همیشه موفق باشین. ممنونتان. زنده و سلامت باشین. اگر حرفی باقی هست مشتم از شما استاد. زنده و سلامت باشین، سپاسگزار شما و ما واقعا از شما سپاسگزاری میکنم. ممنونتان. و ای هم به خاطر ای که شما میایین با یک دنیا لبخند، با یک دنیا انرژی، با یک دنیا اطلاعات خیلی خوب میایین بر مردم در یک صبح وقتی که همگی به طرف وظیفه و کار روان است، یک انرژی مثبت میتین که او تا که پس دوباره از وظیفه برمیگرده و در ذهن در وجودش است. ممنونتون استاد. ما خرسند هستیم با این که همچون میمانان خیلی عزیز در کنار خود داریم و روی موضوعات مختلف بحث میداشته باشند. ممنونتون. حالا هم بخش پیام خانه که موضوع پیام خانه همچنان است. شما عید قربان را چگونه تجلیل کردین؟ تجلیل کردن شما خیلی مهم است. پس فعلا پیام شما خوبان احسان را دریافت کردیم. شبانه جان ناز و خانش میگیرم، میبینیم با هم بخش پیام خانه.